سلام و درود من دیجی روزبه هستم و میخوایم با ساخت این کلیپ ها به شما کمک کنیم تا یک دیجی حرفه ای بشیم اما فرقی که این کلیپ با بقیه کلیپ های آموزشی داره اینه که ما از صفر صفر تمام دیجی به شما آموزش بیدیم یعنی شما رو کاملا صفر در نظر میگیریم و بهتون کمک میکنیم با ساخت این کلیپ ها که شما یک دیجی حرفه و صد کامل بشیم. اما باز اینم بستگی به خودتون داره و تمرینی که میکنید هر چقدر که تمرینتون بیشتر باشه طبیعتاً یک دیجی هرفهی تر میشه این قسمت ما میخوایم یه مروری داشته باشیم بر تاریخچه دستگاه‌های دیجی ببینیم اصلا دستگاه‌های دی‌جی از کجا به وجود اومدن تا به این زمان رسیدن دستگاه‌های جدید پلیرهای جدید های جدید, جدید،, جدید همه رو با هم دیگه مرور میکنیم بریم که این قسمت رو با هم دیگه ببینیم خب اول از همه یه تاریخچه کوچیکی از دی‌جی و مفهوم دیجی رو براتون توضیح میدم تا بیشتر با این کلمه آشنا بشیم دیجی کوتاه شده کلمه دیسک جوکی است دیسک اون موقع ها به معنی صفحه گراموفون به کار می رفت و جوکی به معنی اپراتور یا اجرا کننده بود و کسی که توی رادیو این صفحه رو پخش می کرد بهش دیسک جوکی می گفتن خب اصلا دیجی به کی گفته میشه و کارش چیه این هم یه بررسی بکنید دیجی به کسی گفته میشه که آهنگایی رو که از قبل آماده شده و ضبط شده حالا روی دیسک یا CD دی یا دی یا فلش یا از روی لپتاپ و هر چیزی دیگه با شکلهای متفاوت و با اینکه بتونه این آهنگ رو به هم دیگه وصل بکنه به طوری که از ضرب و ریتم آهنگ خارج نشه بهش دیجی میگفتن حالا این عوض کردن آهنگ میتونه به وسیله یک سری از تکنیک های خاصی انجام بشه چون یه دیجی خوب یه دیجی هستش که سرعت و ضرب آهنگ و نوع آهنگ پشت سر هم و طوری تنظیم بکنه که رقصنده یا شنونده ها قطع و وصل آهنگ و اونچنان در آهنگ حس نکنن و از ریتمشون نیفتن حالا بریم سراغ تاریخچه صنعت دیجی در دنیا چرا اصلا حالا میگیم صنعت به خاطر اینکه یه سری از کشورهای مختلفی تو جهان هستن که هر ساله یه سری فستیوال توی کشورشون برگزار میکنن که کلی از آدمای مختلف جهان به این کشورها سفر میکنن و از این اجراها لذت میبرن یه سری از دیجی های معروف دنیا رو برای اجرا به این مراسم دعوت میکنن و اجرای این فستیوالا ها طبیعتا یک سری از افراد دیگه هم با خودش درگیر میکنه مثل نوپردازا و صدا برداره, مهندسین صدا و های صحنه و نور و غیره همه اینا به یه شکلی درگیر این اجراها و این فستیبال ها میشن برای درک بهتر اصطلاحات در یادگیری حرف دیجی نیازی که یه سری از مطالب از تاریخچه دیجی رو بهتون بگم اولین دستگاهی که امکان ذخیره و پخش صدا رو داشت دستگاه گرامافون یا فونوگراف فون. بود عملکرد این دستگاه ها به این صورت بود که توسط یک سری از دستگاه های روی صفحات گردی به نام واینال داخلشون شیارهای حکاکی می و مجددا توسط فونوگراف یا گرامافون و به وسیله اون سوزنی که توی فونوگراف یا گرامافون وجود داشت داخل اون شیارها می و این پسی بلندی ها رو تبدیل به امواج صوتی می یکی از جایی که این گرامافون ها زیاد استفاده می شد رادیویی بودن که در اون ایستگاه برنامه های رادیویی که تفاوت زیادی هم با برنامه الان نداشت پخش میشد مثل اخبار و موسیقی یکی از ضعفایی که این صفحه در اجراها داشت این بود که اون شخصی که داشت برنامه رادیو اجرا میکرد باید ثبت میکرد تا صفحه به دور آخرش برسه و آهنگ تموم شه و دوباره اون صفحه رو تعویز میکرد که خود این کار یه وقفه رو در اجرا ایجاد میکرد زمانی که صفحه بعدی و میزاش سوزن رو داخل این شیارها قرار میداد و به پخش و موسیقی شده میداد خب این خودش یه زمانی رو میبرد یه وقفه رو ایجاد میکرد توی اجرای زنده رادیویی که اصلا قابل قبول نبود توی این میون یه نفری به اسم آقای ری نیون اومد و از دو پخش کننده استفاده کرد که تا قبل از این که صفحه اول تموم بشه شروع میکرد به پخش صفحه دوم یعنی در از همین کار دیجی امروزی و اومد با صفحه های گرامافون انجام داد بعد می صفحه اول و قطع می کرد و این خل رو از بین می برد خب این نوع پخش موزیک برای شنونده ها خیلی خوشایند اومد و مورد استقبال قرار گرفت تا اونجایی که به این افراد اومدن یه لقبی دادن که همون اسم دیس جوکی اومد که قبلا معنیش رو توضیح دادم و مخفف شده این کلمه همون دیجی امروزی میشه خب برای کنترل بهتر این آهنگ ها و ترکیب شدنشون اومدن یه وسیله درست کردن به اسم میکسر که میشه گفت اولین وظیفه میکسر همین ترکیب کردن و کنترل صدا در خروجیه که توی قسمت میکسر تمام امکانات رو به صورت کامل براتون توضیح میدن دستگاه دی مثل بقیه دستگاه الکترونیکی با گذشت سالها پیشرفت زیادی کردن و مجهزتر شدن تا اینکه به نسل بعدی دستگاه ها یعنی کامپکت دیسک ها یا همون سی دی ها رسیدم که یه سری هست نسبت به واینال هم داشت مثلا تعداد آهنگ های بیشتری توی اون قرار می گرفت سرعت عمل بالاتر بود ابعاد پخش کننده کوچیک تر شده بود و یک سری از امکانات دیگه که با پیشرفت هر دستگاهی در اونها به وجود میاد امکان بعدی که به وجود اومد امکان ذخیره موسیقی در فلش ها بود که توسط همین فلش مموری ها میشد در پلیر ها موسیقی ها رو پخش کرد و هنوز هم از این تکنولوژی در پلی کردن موسیقی ها استفاده میشه به طوری که یه آپشن برای دستگاه ها به حساب می اومد و همه دستگاه ها از این قابلیت برخوردار نیستن و نمیتونن که از فلش ساپورت بکنن خب همونطور که سخت افزار های دیجی در حال پیشرفت بودن کامپیوتر و لپتاپ ها هم به سیر تکاملی و پیشرفت خودشون ادامه دادن و نرم افزارهایی برای ساختن آهنگ و برای اجرای دیجی ها به وجود اومد میدونید که ما برای کنترل کامپیوتر دو تا ورودی بیشتر نداریم یه دونه موس و یک کیبورده اما این ابزار نسبت به محیط نرم افزار تهیه میشن و شما میتونستین به صورت همزمان چند فرمان جداگانه رو به نرم افزارتون بدین که این قابلیت به صنعت دیجی اضافه شد و نرم افزارهایی ساخته شدن که شبیه محیط دیجی بودن و از روی اینها سخت افزارهایی ساخته شد که شما بتونید این محیط های نرم افزاری رو کنترل بکنید که امروزه به این دستگاه ها دیجی کنترلر ها گفته میشن و ما به اسم دی کنترها ها اونا رو میشناسیم تمام این دستگاه ها از زبون میدی پشتیبانی میکنن میدی مخفف کلمه موزیکال اینسترومنت دیجیتال اینترفیسه. شما تمام این ابزارهایی که از این زبون پشتیبانی میکنن و میتونید توی محیط های مختلف استفاده بکنید البته این ابزارها مثل لانچ میدیها، ها میدی ها میدی کنترل ها ماشین درام ها دی جی کنتره ها تمام تمام هام برای محیط های خاصی استفاده میشه شاید بشه اینا رو توی جاهای مختلف ازشون استفاده بکنیم اما اون قابلیت های خاص خودشون رو هر کدوم در نرم افزار هایی که برای اونها ساخته شدن نمایان میشه و میتونید تمام قابلیت ها رو توی نرم افزار خاص خودشون استفاده بکنید خب این قسمت اول اون بود که از تاریخچه صنعت دیجی من براتون توضیح دادم تا با یه سری از اصطلاحات توی اون تاریخچه ها آشنا بشیم و بدونیم این اصطلاحات از کجا اومده و در آینده هم ازش استفاده بکنیم ممنون که همراه ما بودید